سلام عليكم دوستان عزیز مهربان ما آغاز میکنیم. خب مسئله را تو 95 آمدیم. خب موضوع پارچه و درازی پارچه، البته که قسم یکمش چون کمی هم باشد کارها زیادن. خب گفتیم که درازی پارچه و پارچه، اول پارچه و درازی پارچه. خب میگذاریم به موضوع. خب در صفحه 17 کتاب دستی سین فنجون آیدی پارچه و درازی پارچه معلوماتی خب مختصر و مکمل آورده شده است. ما اون را به دو قسم جدا کردیم، بعدا انشاءالله شاید در قسم های شاید قسم سیوه هم کنیم، چون برای پورا کردن معلومات و مقصدی درس است. ملکه و مهارت شنوندگان را آیدی پارچه و درازی پارچه خیلی خوب کردن، درجه عالی انشاءالله. که خوب قاعده و تعریفی یا که قاعده پارچه، قسم خط راست که از دو طرف با نقطه ها نقطه های A و B محدود است پارچه می نامند. خوب دوامش. نقطه های A و B را آخر های پارچه در نظر دارد، پارچه AB یا که پارچه برعکسش را. خوب قسمت دیگر، آید پارچه چی به پارچه مثال شده می تواند. مثلا جا مثال آورده است در کتاب، تاری نهایت باریکی ترنگ کرده شده که با مخچه های نقطه های A و B بسته شده است، به پارچه AB مانند است. خوب دوامش، اکنون چیکار میکنیم؟ ما پارچه میسازیم، نقطه یک نقطه را انتخاب کردیم، بعدا نقطه دوم را انتخاب کردیم در همواری. خوب اکنون نقطه اول نقطه A است، نقطه دوم نقطه B است، و اکنون با واسطه خط راست، قسم خط راست، ما نقطه A را با نقطه B با واسطه قسم خط راست پیوست میکنیم. آنها پیوست کردیم، آنمین فیگوره که حاصل شد علاقه فیگوره گیمتری است، اینه که پارچه است. قسم خط راست اینجا قسم است، قسم خط راست که از دو طرف با نقطه های A و B، ما اونجا اشاره کرده بودیم با نقطه های A و B محدود است، اینه که محدود کرده شده است. یا که میگویند که در صنف ابتدایی پارچه قسم خط راست است که از دو طرف با نقطه ها که بسته شده است میگویند، یا که به همین هم مثال که به همین مانند میگویند. خب اکنون چند قاعده دیگر است. میگوید که دو نقطه دلخواه را با واسطه تنها یک پارچه پیوست کرده ممکن است. برمیگرده مقفا میکنه یک بار دیگر میکنه، ما داشتیم همواری که میبینیم اینجا همواری است. اکنون نقطه ارو نقطه یکم نقطه دویم رو انتخاب کردیم، فقط یک تا خط است که البته که اون راست باشد، خطی کج عموماً دلخواه خط باشد. اگر فقط مثال بگیم که با واسطه همون یک خط است و که نقطه یکم رو به نقطه دویم پیوست میکنیم، یعنی که روحش گوناگونه که میتونیم موجنا پیوست کنیم دو نقطه رو، میتونیم شکسته پیوست کنیم دو نقطه رو با هم دیگر، میتونیم بر راه های دیگر مارپیچ و دیگر خط های نمود های خط انشاءالله که در درس های خیلی دورتر ما میگذاریم، اینه که دو نقطه رو تنها با یک خط پیوست کرده میتونیم. اگر به طور دیگر گویم، از یک منطقه به منطقه دیگر ما مثال اگر بر راه های گوناگون هم رویم که به هم منطقه میرسیم، این همون معنی را دارد. اکنون خطی راهی نسبتاً راست وقتی کمتر رو میگرد قلایتر است برای از یک منطقه به منطقه دیگر سفر کردن. بعضا اگر منطقه با راه نباشد خیلی باید میانبور کردن، شاید راه میانبور هم باشد که خوب است. خب اینجا نقطه A نقطه B پیوست کردیم، نقطه های A و B رو پیوست کردیم و که پارچه حاصل میشد. خب دوامش، گفتم که دو نقطه دلخواه رو با واسطه تنها یک پارچه پیوست کردن ممکن است. پارچه قسم خط راست است، با واسطه یک قسم خط راست، یعنی که پارچه. خب آخران نقطه دلخواه پی پارچه AB اون را به دو پارچه های AP و PB جدا میکند، که انشاءالله درس های آینده
برای شما فهمونم با شما بود آموزگاری فنی ماتماتیک مؤسسه تحصیلاتی میونه عمومی رقم 4 در نهای مسجد نور محمد امینف. خب با شما خداحافظی میکنیم، پناتون به خدا. در رقم دعا کردن را فراموش نکنید. اگر نوار برای شما پسند آمده باشد پس لایک میگذاریم، کامنتر می نویسیم، فکر و اندیشه خود را می نویسیم، تفصیلات پیشنهاد و خب چی فکر و اندیشه که دارید در کامنتر نویسید. پناتون به خدا. در رقم دعا کنید، سربلند و سعادتمند باشید دوستانی از زو مهربانی ما. تا نوارهای آینده پناتون به خدا.